خبرگزاری های ایران گزارش دادند که امروز شاخص کل بورس ایران نسبت به روزهای قبل رشد کرده. بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی بورس ایران به شدت افت کرده بود. خویشتنداری دونالد ترامپ از تلافی حمله موشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه آمریکایی در عراق باعث رشد شاخص های بورس غربی شده بود. اما تاثیر اتفاقات اخیر روی قیمت شاخص بورس های جهانی چیه؟ برای صحبت بیشتر در این باره فریدون خاوند تحلیلگر مسائل اقتصادی از پاریس با ماست. آقای خاوند، شما دلیل رشد شاخص بورس رو چه میدونید؟ آیا اینطور تصور میشه بین سرمایه گذاران که تنش‌ها کاهش پیدا کرده؟ ببینید، در مجموع عواملی مؤثر بودند در این فرایند. عامل اول همون عامل روانی هست. به نظر میرسه که اونایی که در بورس سرمایه گذاری میکنند در مجموع به این نتیجه رسیدند که دولت ایران در زمینه گرفتن انتقام از ایالات متحده آمریکا بیشتر به ظواهر اکتفا کرده و حاضر نیست که در راه ایجاد تنش با واشنگتن از این حد فراتر بره و دولت ایالات متحده هم تصمیم به جبران اون ماجرای حمله ایران به حمله موشکی ایران به پایگاهاش در عراق رو نداره. این تأثیر گذاشته طبعا، ولی عوامل دیگری هم مؤثر بودند در این جریان. یکی از این عوامل در واقع این هست که فضا در ایران به شدت متشنج هست. نقدینگی از یک بازار به بازار دیگر سرازیر میشه، چون که سرمایه گذاران و پسنداز کنندگان دقیقا نمیدونن در این فضای آشفته کدوم بازار رو برای دستیابی به نفع بیشتر انتخاب بکنند. آیا این بازار پول هست، بازار طلا هست، یا همین بازار سهام هست؟ و این رو هم باید در نظر گرفت که جوی به وجود میارن، به خصوص معروف هست به جو تلگرامی برای بورس، که خبرهای متناقضی گاه غیر واقعی از سوی بازیگران عمده بورس منتشر میشه و باعث میشه که نقدینگی هجوم بیاره به این بازار. و یک عامل دیگه هم وضعیت جهانی هست. قراردادی هست که قرار امضا بشه بین ایالات متحده آمریکا و چین در عرصه بازرگانی و این به سود بازرگانی بین‌المللی است، از جمله بازرگانی به اصطلاح کالاهای فلزی. و طبعا شرکت‌های فلزی در بورس تهران از این وضعیت تا اندازه‌ای استفاده می‌کنند. ولی در مجموع باید هشدار داد به پسنداز کنندگان خرد که در این جریان گرفتار نشن و پولاشون رو از دست ندن، چون همونطور که عرض کردم وضع به شدت آشفته است و همین نقدینگی که به طرف بازار سهام هجوم آورده ممکنه ظرف چند روز آینده دوباره به طرف یک بازار دیگه بره. وقتی که صحبت از رفتن نقدینگی از یک بازار به بازار دیگه میکنیم، در چه شرایطی بازار بورس مطمئن تر به نظر میرسه؟ ببینید، الان در وضعیت کنونی کل اقتصاد ایران زیر پرسشه. در هیچ زمینه ای ما با قاطعیت نمیتونیم بگیم که وضعیت از چه قراره. وقتی که در یک کشوری برای بودجه اون کشور، برای لایحه بودجه‌ای که ارائه شده، یک کسری 240,000 میلیارد دلاری پیش بینی میشه که در واقع معادل نصف بودجه است، یعنی ایران 50% کسری بودجه داره بر اساس پیشبینی بعضی محافل از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، وقتی که این نگرانی وجود داره، وقتی که از لحاظ بین‌المللی شرایط کشور معلوم نیست در چه وضعیتی جریان پیدا بکنه، وقتی که حتی موج بازگشت تحریم‌های بین‌المللی مطرح در حال حاضر که امکانش از اتفاق بیفته و نه تنها ایران باید مقابله بکنه با تحریم‌های شدید ایالات متحده آمریکا، بلکه این خطر هست که حتی تحریم‌های بین‌المللی به ایران برگرده، در این شرایط هیچ چیزی مشخص نیست. مثلا یکی از مسائلی که میشه روش انگوش گذاشت مسئله نرخ ارز. به احتمال قریب به یقین در صورت تداوم وضعیت موجود ما شاهد جهش‌های شدید در بازار بورس، در بازار ارز تهران، در بازار ارز ایران خواهیم بود و در این شرایط کسانی که در بورس سرمایه گذاری کردن ممکنه سرمایه‌هاشون رو بکشن مثلا به طرف بازار ارز یا بازار طلا یا بازارهایی که به اونها اطمینان بیشتری میده. از طرف دیگه
دونالد ترامپ گفته که تحریم‌های جدید علیه ایران وضع می‌کنه بعد از تازه‌ترین دور تنش‌ها و از چین هم خواسته همین مقدار نفتی هم که از ایران می‌خره رو دیگه مشتریش نباشه. با توجهی که به اینکه می‌دونیم که ایران در ماه گذشته تقریبا نتونسته نفت خودش رو بفروشه، از بین 200 هزار تا 400 هزار بشکه میگن که فروخته، و با توجه به اینکه قیمت نفت ثابت در بودجه، فکر میکنید که آیا تاثیر عمده‌ای خواهد گذاشت این پایین اومدن قیمت نفت و مشکلات بیشتری که برای فروش نفت ایران الان وجود داره؟ مسلماً به خاطر اینکه در لایحه بودجه آقای روحانی به مجلس پیش بینی شده که ایران بتواند در سال آینده خورشیدی 1 میلیون بشکه نفت در روز صادر بکنه، در حال حاضر بر اساس حتی پیش بینی های خوشبینانه ایران چیزی بین 200 تا 300 هزار بشکه نفت در روز بیشتر صادر نمیکنه، و اگر مذاکرات آمریکا با چین به نتیجه برسه امکان داره که حتی چینی هم نفت ایران رو نخرن. در این شرایط یک کسری عظیم از محل نفت حاصل میشه، و در این شرایط ما میبینیم در حال حاضر ایران برای جبران این کسری بودجه پناه برده به افزایش شدید مالیات ها. محافل کسب و کار تهران زیر فشار مالیات ها در حال حاضر در حال خرد شدن هستند، و هیچ راهی برای دولت جمهوری اسلامی وجود نداره برای اینکه بتواند یک بودجه ای رو تنظیم بکنه برای سال آیندهش، جز اینکه یا این کسری عظیم بودجه رو از محل چاپ اسکناس تامین بکنه، و در این صورت ایران میره به طرف ونزوئلایی شدن و تورم بالای 100%، 200% و بیشتر، یا اینکه ایران مجبوره که با ایالات متحده آمریکا مذاکره بکنه، چون هیچ راهی نیست برای اینکه ایران بتواند یک مقداری به وضعیت اقتصادی خودش سر و سامان بده جز کاهش تنش در روابط بین‌المللیش. شما پیش بینی کردید که ممکنه جهش های عظیمی رو هم ببینیم در قیمت ارز، چقدر این جور جهش ها رو شما پایدار میدونید؟ فکر میکنید که ممکنه که قیمت ارز به جایی برسه که به یک قیمت خیلی بالاتر از اینی که هست برسه و ثابت بمونه؟ ببینید، کافیه ما به داده های اساسی اقتصاد ایران در حال حاضر نگاهی بیندازیم. وقتی که تمام مراکز بین‌المللی و حتی محافل کارشناسی داخلی ایران پیش بینی میکنند که ایران در حال حاضر در سال به اصطلاح 2019-2020 در سال 98 با یک فروریزی تولید ناخالص داخلی روبرو شده در حد منهای 10%، و سال گذشته هم منهای 5% بود، کشوری که در طی 2 سال تولید ناخالص داخلیش 15% کوچکتر میشه، کشوری که دیگه ارز نداره چون صادرات نفتیش کاهش پیدا کرده و صادرات غیر نفتیش هم ارز زیادی به کشور نمیاره، ما با کمبود شدید ارز روبرو هستیم. در بسیاری از موارد وقتی که عرضه ارز کم میشه و در عوض تقاضای ارز بالا میره، چطور امکان داره که قیمت ارز در ایران افزایش پیدا نکنه؟ در حال حاضر اون چیزی رو که بهش میگن بازارساز، یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با تزریق ارز کماکان سعی میکنه جلوی این جهش رو بگیره، ولی این کار نمیتونه ابدی باشه. بانک مرکزی هم به جایی خواهد رسید که مجبور خواهد شد از تزریق ارز در بازار آزاد خودداری کنه و اجازه بده که نرخ ارز نرخ واقعیش رو پیدا بکنه، و نرخ واقعی ارز در شرایط کنونی میتواند یک نرخ جهشی باشه و ما به طرف قله های باز هم بیشتری بریم در زمینه قیمت دلار مثلا در بازار آزاد ارز ایران. خیلی ممنونم ازتون، فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی از پاریس در فرانسه.